دوستان خوبم، بررسی انجیل یوحنا خوش آمدید. کشیش الناتان باقستانی هستم و خوشحالم که از طریق این دوربین میتونم بیام خدمتتون و بررسی انجیل یوحنا رو ادامه بدیم. ما انجیل یوحنا رو تا فصل 12 بررسی کردیم. روز این آیات 27 تا 33 رو با هم نگاه میکنیم. راجع دو مطلب با هم صحبت خواهیم کرد و عنوانی که براتون گذاشتم میبینید در صفحه تلویزیون، ساعت که مقرر شد تا عیسی همه را سوی خود آورد. ما خواهیم دید که عیسی مسیح چگونه این کار رو انجام میده. ولی ابتدا اجازه بدید که آیات رو بررسی بکنیم، بخونیم و ببینیم که از ترجمه 1009 چگونه دوستان اون رو ترجمه کردن و یوحنا راجع به چی داره صحبت میکنه. یوحنا در آیات قبل صحبت کرد و ادامه میده که عیسی مسیح بگوید اکنون جان من مضطرب است، چه بگویم؟ آیا بگویم پدر مرا از این ساعت رهایی ده؟ او میتونست این کارو بکنه، اما برای همین منظور به این ساعت رسیدم. پدر نام خود را جلال ده. برعکس عیسی میگوید نام خود را جلال ده. آنگاه ندای از آسمان در رسید که جلال دادم و باز جلال خواهم داد. هللویا. پس مردمی که در آنجا بودن و این را شنیدن گفتن رد بود یا رد و برق بودش. دیگران گفتن فرشته با او سخن گفت. عیسی گفت این ندا برای شما بود نه برای من. اکنون زمان داوری بر این دنیا است. اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده می شود و من چون از زمین برافراشته شوم همه را به سوی خود خواهم کشید. او با این سخن به چگونگی مرگ اشاره می کرد که انتظارش را می کشید. البته ادامه داره و یوحنا توضیح بده که مردم چه عکس العملی نشون دادن در قبال سخنانی که عیسی مسیح گفت، ولی حتما در برنامه بعد جلسه بعد راجبش صحبت میکنه. خب ما میدونیم که عیسی مسیح همچون یک انسان، یعنی 100% انسان مثل من و شما، دارای پوست و خوست، گوشت و استخون و در واقع به این دنیا آمد، جسم پوشید و نه فقط همین، بلکه 100% خدا هم بودش. او صورت طبیعی داشتش ولی از قبل میدونست که ساعتی میرسه که قرار شکنجه بشه و خار شمرده بشه. اینو قبل از که به این سن برسه میدونستش. عیسی برای همین موضوع جسم پوشیده شد. از طرف دیگه ای او به عنوان خدای قدوس، حقیقت این که میبایست بر صلیب سنگینی مجازات گناهان تمام بشر را بر خودش بگیره، در واقع موضوع را مضطرب میکرد. او خدای قدوسه، او گناه نکرد ولی او 100% گناه شد. 100% گناهان ما بر او قرار گرفت تا اینکه ما آزاد بشیم. عیسی با این رویا و ماموریت به میان ما اومد و جسم پوشید که با بر روی صلیب رفتن گناهان ما رو بر خودش بگیره و برای این عمل میبایستی که گناه میشد. او هرگز گناه نکرده بود، یادتون نره، هرگز گناه نکرده. او به خاطر گناه و اشتباهی که کرد محکوم نشد و مجازات نشد، بلکه به خاطر ما این راه رفت. چنان که اشعیا باب 53:5 که معروف هم هستش میگوید 750 سال قبل از که مسیح به این دنیا بیاد، او به خاطر گناهان ما مجروح شد، به خاطر شرارتهای ما او مضطرب گردید، مضروب گردید و به خاطر دردی که ما او متحمل شد ما شفا یافتیم و به خاطر ضربهایی که او تحمل کرد سالم شدیم. توضیح میده که تصویری به ما میده که چگونه عیسی مسیح بر روی صلیب کار کامل خودش رو انجام داد و چه نتایجی رو برمغان به همراه میاره. دو قرنتیان پولس رسول در باب 5 آیه 21 نیز میگوید او خدا کسی، یعنی عیسی مسیح، گناهان را نشناخت و در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسایی خدا بشویم. این اراده خدا بود، این رضای خدا بود، این هدف خدا بود، این برنامه خدا بود. تأسیس مقدس تصمیم گرفتن که بر رهایی انسانی که خودشون آفریده بودن، انسانی که در مخاطره و در مشکل هست رو به این شکل نجات بدن. و عیسی مسیح که مظهر ذات خدا را دیده است، عیسی مسیح که جسم پوشه میاد، ببینیم که این امر نجات بخش رو به طور کامل انجام بده. عیسی در طی تمام تعالیم خودش به مردم و شاگردان گفته بود که ارجحترین موضوع برای او جلال یافتن پدر هستش. این خیلی مهمه عزیزان که ما به جای برسیم و اینو درک بکنیم که مثل عیسی مسیح میخوایم پدر رو جلال بدیم به هر شکلی که شده و حال گامی
فراتر رفته، از پدر آسمانی میخواد که حتی در مرگ او جلال بیابد. این خیلی مهمه که ما نه فقط زیستنمون باعث جلال نام خدا بشه، بلکه اگر از این دنیا میریم مرگ ما هم بتونه باعث جلال نام خدا بشه. چجوری؟ اجازه بدیم که در وقتش خداوند خودش رو جلال بده در ما. گاهی وقتا ما میبینیم که مردان خدا، ایمانداران، خادمین سالهای سال زندگی میکنن، خدا عمر و عزت بهشون میده و اونها در زنده بودنشون نام خدا جلال میدن. به زمانی میرسه که افراد شهید میشن به خاطر نام عیسی مسیح. به حال چیزی که عیسی مسیح به ما گفت برای شما زحمت خواهد بود، چیزی که این روزها در سراسر دنیا میبینیم، در عصر امروز مشاهده میکنیم، و نه فقط همین موضوع، در واقع میبینیم که چگونه جفاهایی که مسیحا میبینن در واقع فرصتی وجود میاره که نام خدا جلال پیدا بکنه. عیسی در این قسمت به ما درس تسلیم بودن به اراده الهی خدا رو تعلیم میده. او به ما نشون میده که یک ایماندار باید تسلیم خدا باشه، که اگر ما تسلیم خدا هستیم، خدا از هر طریقی در زندگی ما نام خودش رو جلال میده. این مهمترین اصل هستش، که یعنی اعتراف، تصمیم و اراده است که یک شخص تسلیم شده به خدا میگوید. این خیلی مهمه که ما در واقع در هر زمینه ای واقعا بتونیم به جایی برسیم که به عنوان شخص تسلیم شده به خدا، خدا در زندگی ما جلال پیدا بکنه. در اول قرنتیان باب 10:31 پولس دوباره اینو میگه: هر چی میکنید، خواه میخورید، خواه مینوشید و خواه هر کار دیگری انجام بدید، همه را برای جلال خدا انجام بدید و بکنید. ما ازدواج میکنیم، بعد جلال خدا را برای جلال نام خدا باید باشه. ما بچه دار میشیم، بعد برای جلال نام خدا باشه. ما درس میخونیم، کار میکنیم، خدمت میکنیم، به هر شکلی که گام برمیده تو زندگیمون ازدواج میکنیم که خدا جلال پیدا بکنه. اگه این مد نظر ما باشه، تمام اعمالی که انجام میدیم، تمام کاری که انجام میدیم با یک هدف مقدس خواهد بود، با یک هدف مقدس خواهد بودش. خدای پدر به هنگام تعمید آب عیسی مسیح، به هنگام تبدیل هیئت عیسی مسیح که در انجیل ثبت شده برای ما، ببینیم که خودش رو جلال میده، خودش رو جلال میده و عیسی رو جلال میده، و حال با ندا در دادن به این که جلال دادم و باز هم جلال خواهم داد، میبینیم که قربانی بشر، نجات بشر، عدالت، رحمت و قدوسیت عیسی را تایید کرد و پذیرفتش. عیسی مسیح نه فقط قبل از اینکه روی صلیب بره، میبینیم که خدا در زندگی جلال پیدا میکنه، روی صلیب خدا در زندگی جلال پیدا میکنه، در قیامش از مردگان جلال پیدا میکنه، بلکه امروز هم توسط نام عیسی مسیح و با خدماتی که ما انجام میدیم، با زندگی مقدس که ما انجام میدیم، عیسی مسیح رو جلال میده. این ندای آسمانی خدا برای هزار، مخصوصا شاگردان عیسی مسیح بود، تا بدانن که عیسی و قربانی شدن او کاملا مورد تایید خداست. او بسیار از آنها اما بسیار از آنها این ندا را تشخیص ندادن. بسیار اونجا شنیدن این پیام رو، ولی خانم در کلام که بعضی فهم کردن رد و برقه، بعضی فهم کردن فرشته داره با عیسی صحبت میکنه، هنوز ذهن روحانیشون بسته بود. علتش هم اینه که روحانی فکر نمیکردن، روحانی زندگی نمیکردن، روحانی تصمیم نمیگرفتن. خدا میخواد که ما روحانی فکر کنیم و تصمیم بگیریم تا اراده او رو بتونیم بفهمیم. عیسی نبی در فصل 53:1 میفهمد مردم در جواب عیسی مسیح که هنوز هم به دنیا ما نیامده بود، جسد نپوشیده، خواهند گفت که چه کسی میتوانست آنچه را که ما اکنون شنیدیم باور کند؟ چه کسی میتوانست در تمام این چیزها قدرت خداوند را ببیند؟ خب خدا این سوال را میکنه از انسان ها، باور میکنید؟ بسیاری پای صلیب بودن، بسیاری دیدن عیسی روی صلیب چه کرد و چه گفت، بسیاری دیدن که عیسی مسیح از مردگان قیام کرد، ولی عده زیادی هم بودن که درک نکردن، چشمشون باز نشد. و کار من و شما که درک کردیم به فیض خدا
صلیب او را، کار او را، مرگ و قیام او را، این است که دعا بکنیم، بشارت بدیم به دیگران تا اینکه این حقایق را بتونن درک کنن چنان که ما درک کردیم. اما یوحنا ادامه میده در آیات 31 تا 33 میگوید اکنون زمان داوری برای دنیا است. اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده میشود. یک اتفاق بزرگی داره صورت میگیره. آدم و حوا با پذیرفتن وسوسه شیطان در واقع او را رئیس این جهان کردن. اما عیسی مسیح داره میره روی صلیب که با فدی دادن، با مردن و بعد زنده شدن از مردگان کار شیطان را تمام کنه. اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده میشود و من چون از زمین برافراشته شدم همه را به سوی خود خواهم کرد. این هدف خداست. فرق نمی کنه که مردم یهودی هستن، رومی هستن، یونانی هستن، ایرانی هستن، افغان هستن. او میخواد همه به سوی او بیان. او برای همه اومد. او فقط برای مسیحی ها نیومد، چون مسیحی وجود نداره. او فقط برای یهودی ها نیومد. او آمد که از طریق یهود، از طریق قوم اسرائیل، در واقع چنان که خدا وعده داده بود، راه آسمان باز بشه که ما بتونیم با آسمان ارتباط داشته باشیم، بتونیم به حضور ابدی خدا وارد بشیم. یوحنا میگه او با این سخن به چگونگی مرگ اشاره میکرد که انتظارش رو میکشید. خیلی جالبه. چه کسی رو میشناسید که انتظار بکشه که یک روزی بمیره، یک روزی زجر بکشه؟ ولی عیسی برای هدف به این دنیا اومد. میدونم خیلی از افراد هستن که به مسیح ایمان ندارن، درک این حقایق برای اونا سخته، چون آنچه که اونا یاد گرفتن و شنیدن راجع به عیسی مسیح کاملا متفاوته. عیسی مسیح پیامبره که اومد به این دنیا و این اسرائیلیا بودن که او را کشتن، ولی نه، عیسی مسیح آمد اینکه بمیره. در این قسمت منظور عیسی از داوری اشاره به رد شدن او توسط یهودیان هستش. متاسفانه قوم یهود او را رد کردن و نه فقط همین، بلکه گفتن خون او بر ما باد، اگر ما داریم اشتباه میکنیم ما محکومیم. نه فقط همین، بلکه رد کردن عیسی مسیح خودش محکومیت رو بر اونها آورد، چنان که امروز اگه کسی عیسی مسیح رو نپذیره و رد میکنه، او محکوم هستش. آنگاه با رد کردن عیسی و پیغام خود را محکوم کردن. همونطوری گفتم خدمتتون، اونها محکوم شدن. این موضوع درباره هر کسی صدق میکنه. هر انسانی وقتی محبت عیسی رد کنه محکوم هستش. عیسی بر صلیب سیستم این دنیا را داوری میکنه. داوری یعنی جدا کردن. شما این طرف هستید یا اون طرف هستید. ما نمیتونیم بین دو فرقه باشیم. یا به عیسی مسیح ایمان داریم که او برای گناهان ما مرد، زنده شد از مردگان و با آسمان رفت و خود خداست، یا ایمان نداریم. نمیتونیم بگیم بعضی چیزا رو میفهمم بعضی چیزا رو نمیفهمم. بلکه آنچه که کتاب مقدس میگه، آنچه که خداوند ما عیسی مسیح خودش رو بر ما آشکار میکنه، مهم است که ما اون رو بپذیریم. موضوع درباره هر کسی صدق میکنه. هر انسانی باید تصمیم بگیره، چه شما باشید، چه من باشم، چه بچه های ما باشن، چه نسل ما باشه، آنها باید بپذیره. چند تا آیه رو هم نگاه کنیم، موضوع بیشتر برامون باز میشه. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 18 و 19 میفرماید که هر که به عیسی ایمان آورد محکوم نمیشود، اما هر که به او ایمان ندارد همین الان محکوم شده است، زیرا به نام پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. خود همین کافیه که او محکوم بشه. و محکومیت در این است، یوحنا ادامه میده، محکومیت در این است که نور به جهان آمد. این دنیا در تاریکیه، نه؟ نور به این جهان آمد، اما مردمان تاریکی را بیش از نور دوست داشتند. چرا؟ چون که اعمالشان بد است. مردم عیسی را نمیپذیرن چون اعمال گناهالود خودشون دوست دارن، چون نیتهای دلشون بد هستش، چون که لحظه‌ای در گناه بودن را بیشتر میپسندن. کولسیان باب 2 آیه 14 و 15 پولس رسول اینطور برای ما این موضوع رو باز میکنه، میگه و آن سند قرض ها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و
و علیه ما قد علم کرده بود عیسی مسیح باطل کرد و بر صلیب محکوبش کرده از میان برداشت و ریاست ها و قدرت ها را خلسلا کرده در نظر همگان رسوا ساخت و وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. چگونه اتفاق افتاد؟ به وسیله صلیب. پس صلیب برای ما مسیحا خیلی خیلی جای مهمی داره و اگه کسی باشه که صلیب رد کنه و نپذیره، اون شخص اتفاقا ضد خدا هستش و تعالیمی در طول تاریخ کلیسا وجود داشته که به ضد صلیب سخن گفتن، چه زمانی که افراد میگفتن عیسی نمرد یا اینکه روح او بود که کشته شد، خود او نبود که حقیقتا زش کشید، چه بعد از آن که فرقه و مکاتبی بودن که اشاره کردن که تعلیم دادن که عیسی مسیح نمرده. هر کی میخواد باشه، اگر نمیپذیرین که مسیح برای شما مرده، شما محکوم هستید. ولی اگر میپذیرید که عیسی مسیح کفاره گناهان شما رو پرداخت کرده، من میپذیرم که عیسی مسیح برای گناهانم مرده، کولسیان میگه ما پذیرفتیم که او سند قرضهای ما را، گناهان ما را که به موجب شریعت و قوانین الهی به ضد ما بلند شده بود، شریعت میگه زنا کردی، دزدی کردی و گناه کردی، عیسی مسیح با ریختن خون خودش، بها دادن برای گناهان ما روی صلیب، همه رو باطل میکنه، محکوب میکنه. به عبارت روی صلیب تمام گناهان ما دونه دونه محکوب شد. هر چی میخواد باشه، نه گناه کوچک داریم نه گناه بزرگ داریم، گناه گناهه. بعضی گناه خیلی بزرگتره تا اینکه فقط در درون ما یک چیزی باشه مثل حسادت، ولی گناه گناه عدیده خدا فرق نمیکنه. پس اگر ما گناهی رو انجام دادیم محکومیم، ولی وقتی به مسیح ما میاریم، به عبارتی میپذیریم که عیسی به خاطر همون گناه ها رو صلیب مرده. در طول تاریخ بشر تنها شخصی که توانست شیطان رو شکست بده عیسی بوده، نه موسی، نه ابراهیم، نه هیچ کس دیگه، فقط عیسی تونسته این کارو بکنه. اتفاقا خیلی از افرادی که حالا چه از جانب خدا بوده یا نبودن، اونها مثل من و شما گناهان و اشتباهات کردن که محکومشون میکرد، ولی عیسی مسیح بر شیطان پیروز میشه. نهایت پیروزی او بر مرگ، بر صلیب و قیام او از مردگان هستش. هیچ کس نتونسته بر مرگ پیروز بشه، نه پیامبران، نه سیاسیون، نه هیچ انسان دیگه. همه در قبال مرگ زانو زدن و از این دنیا رفتن، قبراشون هستش، نه؟ ولی عیسی مسیح پیروز شد، عیسی مسیح از مردگان برخاست، قبرش خالیه در اورشلیم. مرگ بر صلیب برای عیسی یک شکست نبود دوستان، بلکه شیطان چشمان روحانی یهودیان را بسته بود تا عیسی را رد کنه. وقتی ما تیم خدا نیستیم، طرف خدا نیستیم، به عبارتی شیطان این فرصت رو پیدا میکنه که به ضد ما عمل بکنه و چشمامون رو ببنده. و شیطان این کار رو کرد. عیسی به نیابت از مردم دنیا، رئیس این دنیا را که بر افکار و دلهای آنها حکومت میکرد، شکست داد. همونطور که آدم و حوا گناه رو وارد دنیا کردن، عیسی مسیح با مرگ و قیام خودش بر گناه و بر شیطان پیروز شد. جلال بر خداوندی که وعده داده تا زمانه که ما را نیز نزد خودش ببره. او قول داده مرگ برای یک مسیحی انتهای همه چی نیستش. مرگ شکست نیست، بلکه یک دروازه، یک دریه که به سوی آسمان باز میشه که ما بتونیم به او بپیوندیم، معبود خودمان، به کسی که برای ما ارزش قائله، برای کسی که ما رو دوست داره، برای کسی که انتظار ما رو میکشه که در حضور او تا ابد باشیم بدون هیچ گناه، بدون هیچ اشتباهی. پس بله، جلال بر نام خداوند ما بود. پس میبینیم این شامل ایمانداران هستش که به مسیح ما رو بردن، میخواد یهودی باشن، میخواد غیر یهودی باشن. اشعیا باب 11 آیه 10 میفرماید و در آن روز واقع خواهد شد که ریشه یسا، یسا پدر حضرت داوود بودش، ریشه یسا به جهت علم قوم ها برپا خواهد خواست و
و امتها آن را خواهند طلبید و سلامتی او با جلال خواهد بود. چقدر قشنگ میگه اشعیا. انجیل کوچک در عهد عتیق هستش. او میگوید که کسی از نسل حضرت داوود و یسا، چنان که خدا قول داد به داوود بعدن که پادشاهی تو ابدی خواهد بود، بیرون میاد، برپا خواهد خواست، امتها او را خواهند طلبید. دقت کنید، یسا یهودیه ها، ولی اشعیا داره چیز دیگری میگه به ما. میگه امتها یعنی غیر یهودیا او را خواهند طلبید، نه فقط یهودیا. یهودیا رو رد کردن همونطور که در اعمال رسولان میخونیم، اما نمیدیم که غیر یهودیا عیسی را پذیرفتن و بسیاری و بسیاری از یهودیان خواهند بود که در روزهای آخر عیسی را ملاقات خواهند کرد. و بعد از این جهت میگه شالوم، سلامتی او با جلال خواهد بود. از این جهت که خداوند سلامتی خودش رو، آرامش خودش رو به ما میده. از این جهت که وعده عیسی مسیح گفت من بسیار به سوی خودم میکشم، خواهم کشید، تحقق پیدا میکنم. هللویا. او با شکنجه دادن مردم، با زور مردم رو طرف خودش نکشید، با فریب دادن، با قولها دادن، چنان که خیلی از سیاسیون این کار کردن و میکنن، این کار نکرد، بلکه با محبت خودش. او جان خودش رو داد. او برای تو ارزش قائل بود، برای من ارزش قائله که بتونیم ابدیت رو با او باشیم. چرا؟ چون ما را آفریده، چون او قلبی پر از شفقت و پر از محبت داره. بسیار آیات زیبایی هست و حقایقی که عیسی مسیح به ما گفت و خودمون تو قرن 21 ما داریم اون رو میخونیم، ولی حضار اونجا بودم وقتی عیسی راجع به این مطالب صحبت کرد. و خواهش بکنم دوباره این آیات رو بخونی و از خدا بخواهی که به شما حتی مکاشفه جدیدتری هم بده، چون که مسیح میگه این ندا برای شما بود. مسیح امروز هم میخواد که ما این حقایق رو بفهمیم که بتونیم به دیگران هم منتقل کنیم. خداوند کلامشو برکت بده. تو یه فرصت دیگه میام خدمتتون و ادامه میدیم انجیل یوحنا فصل 12 رو. شادی و شالوم خداوند با شما باشه.